سلام در صد سال اخیر ایران سه نظام فکری و نهادی پادشاهی دینی و عرفی یا سکولار با هم در رقابت بودند انقلاب ایران یکی از این سه نیرو را بر کرسی نشاند عرفی ها را تارمار کرد و نظام پادشاهی را به کلی از میان برداشت و بازماندگان آن را به هزیمت واداشت حتی مقام هایی که دستی در سرکوب و خشونت نداشتند اگر گرفتار شدند به قیمت جانشان تمام شد شاید به همین دلیل اون بخش از فعالان نظام پادشاهی که جان به در بردند تا چند سال در شوک شکست باقی ماندند چند سال گذشت تا جریان پادشاهی خود را باز یافت و در این فاصله شماری از فعالان اون راهشان را جدا کردند و شاخصترین چهره اون شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که تصمیم در مورد شکل نظام آینده را به مردم واگذار می‌کند. موضعی که طرفداران پروپا قرص نظام پادشاهی را خوش نیامد. به رغم این اختلاف نظرها مجموعه گروهها و شخصیت هایی که به نحوی منتسب به نظام پادشاهی هستند، یک شناسنامه نسبتا مشترک سیاسی دارند. آیا این مجموعه توانسته خود را از نظر فکری و سازمانی بازسازی کند؟ منابع و امکانات جریانی که اسم و رسم خود را از نظام پادشاهی گرفته چه حد است و آیا این جریان می تواند خود را به عنوان یک آلترناتیو معرفی کند اون هم در زمانی که جمهوری اسلامی با چالش های جدی مواجه است نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران جریانی که به ابتکار شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت میگوید این جریان و شاهزاده رضا پهلوی توانستند گفتمان جدیدی ارائه دهند که امروزی تر است و به این معنا امکان بازسازی فکری و سازمانی به روی این جریان را گشوده است اما رضا تقیزاده تحلیلگر سیاسی که خود با جریان طرفداران نظام پادشاهی همدلی دارد معتقد است جریان پادشاهی کماکان خجول است و هنوز از شکست سر بر نیاورده در برنامه از ایشان خواهیم پرسید منظورشان چیست اما پیش از آن خانم گلستان به ما با جزئیات بیشتر بگید که تحلیلتون از وضعیت کنونی جریانی که منتصب به نظام پادشاهی چیه؟ نظام پادشاهی اگر بخوایم یک آسیب شناسی اجتماعی سیاسی بکنیم از دیدگاه من خیلی قبلتر از چهر سال پیش میتونیم بگیم آسیب دیده یعنی شاید میتونیم برگردیم به دوره ساسانیان که ما یک دولت دینی رو ایجاد کردن و بعد به زور شمشیر میبینیم که اسلام وارد میشه و همینجور در دوره صفوی میبینیم که دولت شیعه تشکیل میشه در دوره قاجاری شیخ الاسلام هست که بینیم در اوج قدرت هست و به جای یک جامعه قانون مدار ما همچنان میبینیم که فقه و فقها دارن قوانین رو اجرا میکنند و مردم برای حفظ جان خودشون یا برای اجرای عدالت به اونها مراجعه میکنند تا برن نزد نهادهای دولتی و حکومتی این دیگه در اوج میشه گفت فلاکت و رکود جامعه ایران در دوره قاجاری هست وقتی که سردار سپه کودتا میکنه تهران رو میگیره و میخواد اعلام جمهوری و جمهوریت بکنه چون میخواد ایران رو به سمت سوی مدرنیزم مدرنیته ببره و ایران رو وارد دهکده ده ده جهانی بکنه اینجاست که ما باز با برخورد روحانیت مواجه میشیم چون نهادیه که به هر حال خودش رو به یک نهاد مقدس یا الهی یا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم وصل میدونه هم پادشاهی هم روحانیت در اینجاست که مدرس و نهاد روحانیت رو میرسن و در نهایت پادشاهی با سر جای خودش باقی میمونه اگر مانه. روحانیون نبودن جریان دینی نبود فکر میکنید به قول خودتون سردار سپر واقعا جمهوری اعلام میکرد بدون شک که یه بحث جداست ولی جالبه چه برای کشور الان... همسایه ما عثمانی ها که پیشروتر بودن خب کار رو راه رو باز کرده بودن و میتونست سردار سپه رو از نهاد روحانیتی که نه همه روحانیتی که میخواد دولت رو دینی نگه داره میتونست خودش رو نجات پیدا بکنه و ایران رو نجات بده از این سیستم سیاسی تفوز جریان دینی در نظام پادشاهی یکی از اون آسیب هایی که شما میخواید در بلد. بحث نظام پادشاهی مطرح کنید ولی الان وضعیت جریانی که خودش رو منتصب میدونه به سامانی یا نظام پادشاهی چیه چون این پیشینه ای که شما گفتید با... در مورد آسیب شناسی و نفوذ جریان دینی در اون خب به تاریخ ربط داره من صلاحیت اینو ندارم مم. که در رابط نمایندگی از بخوام اپوزیسیون طرفداران پادشاهی صحبت بکنم مم. چون طرفدار پاپراغورس پا پادشاهی نیستن و اساسا اعتقاد دارم که صحبت در رابطه با نوع سامانه یک نظام در شرایط کنونی ما رو میبره به سوی یک رادیکالیزم دیگه اه. یعنی اینکه تا زمانی که در ایران این حکومت و قانون اساسی کنونی منحل نشه و مجلس مؤسسان به رأی مردم از تمام نمایندگان گروه های مختلف نیان تو مجلس مؤسسان من امروز نمیدونم چه کسی میخواد بیاد و چه نوع پادشاهی رو تبلیغ بکنه و یا چه نوع جمهوری رو تبلیغ بکنه در نتیجه از امروز اگر ما بخوایم نوع سامانه یک حکومت رو تعیین بکنیم من فکر میکنم این باز میبره به سمت یک گروه خاص که میان اون رو به دست میگیرن و باز ما میریم به سمت سوی یک استبداد به نوع دیگر این در واقع نظری است که آقای پهلوی رضا پهلوی شانزاده شاهزاده پهلوی بیان میکنه بلد. شما معتقد هستید این نظر و این گفتمان امروزی تر کرده جیانی که منتسب هست به نظام پادشاهی یعنی اسم رسم میبره حتی اگر خودش دیگه طرفدار پادشاهی نباشه همونجوری که خود شما گفتید نیستید آیا واقعا امروزی تر کرده یا در یک سردرگمی قرار داده جریانات طرفدار پادشاهی رو این نه به هیچ وجه ما در هر جریانی چه پادشاهی چه چپ چه جناهای مختلف جناهای تندرو داریم و این جناه تونرو رو در طرفداران پادشاهی هم می که می‌بینیم که میگن باید حتما پادشاهی بشه پادشاه این وظایف رو داره حتما باید قانون اساسی مشروطیت باشه خب هر که سر سیاسی حق داره صحبت خودش رو بکنه ولی اون چه که در تاسیس شورای ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی ایده داشتن این بود که ما بتونیم یک روز برای اولین بار ملت ایران در سرنوشت خودشون رو به دست خودشون از طریق صندوق رای تعیین بکنن حال اگر میخواهند نوع سامانه آینده ایران سامانه پادشاهی بشه، به شکل پارلمانی یا جمهوری باشه پارلمانی باشه ریاستی باشه یا هر نوع سامانه دیگه ای هست باید این در یک مجلسی به نام مجلس برده. مؤسسان بحث بشه در یک رسانه آزاد صحبت بشه مردم بشنون بدونیم به چی میخوایم رای بدیم حالا که در همین ابتدای برنامه اشاره شد به صحبت هایشون اجازه بدید ببینیم خود ایشون چی گفتن در مصاحبه همین سال میلادی که درش هستیم آقای پهلوی به بی بی سی فارسی چنین گفت در مورد موزه ای که ایشون داره راجع به نظام سیاسی آینده ایران تنها رسالتی که در تمام این سالها برای خودم اتخاذ کردم به عنوان یک شخصیتی که باور داره به اینکه اساس تعیین سرنوشت ایران بایس به دست خود مردم ایران اون هم در یک فضای انتخابات آزاد در جایی که یک مجلس موسسان بتواند قانون اساسی و فرم و محتوای نظام آینده رو به مردم پیشنهاد بکنه و نهایتا مردم ایران هستند که محتوا و شکل نظام آیندهشون رو کاملا آزادانه باز تعیین بکنند به عنوان روش کار پیشنهاد میدم من اصلا گرفتاری با شکل نظام در نهایت ندارم مسئله من محتوا بوده همیشه و این تصمیم مردم ایران هست که بهترین فرم براشون کدوم خواهد بود فکر میکنید این گفتمان این نظر این خط مش جریانی که حول هوش شاهزاده رضا پهلوی هست رو در موقعیت باسازی فکری و سازمانی قرار میده واقعا بدون شک به ویژه نسل جدید نسل جدید نسلیه که با فضای مجازی بزرگ شده نسل جدید نسلی که با دنیا ارتباط داره دیگه اخبار از طریق رادیوهایی که روش پارازیت بود گوش نمیده امروز نسل جدید رو شبکه های اجتماعی داره دنیا رو میبینه داره سیستم پادشاهی انگلستان رو زیر نظر داره جمهوری فرانسه رو زیر نظر داره مطالعه میکنه میخونه گفتگوها رو میشنوه من فکر میکنم گفتمانی که شاهزاده رضا پهلوی دارن به با حد اینه که تربیتی که داشتن که می میبایست پادشاه مشروطه میشدن مشروطه به قانون فکر می کنم خود ایشون همطوری که همیشه گفتن در یک کشور دموکراتیک بیشتر عمرشون رو به سر کردن در نتیجه ایران فردا باید ایرانی باشه نه تنها بهتر از امروز بلکه بهتر از دیروز حتی اگر مردم امروز یک نوستالژی و میشه گفت در رابطه با زمان پادشاه فقید که صحبت میکنن خب روزهای خوب به خاطر میاد ولی چشمندازی که برای ایران باید داشته باشیم باید حتی بهتر از چشمنداز اون روزگار باشه بله. آقای تقییزاده شما نظرتون چیه؟ آیا جریان منتصب به نظام پادشاهی خودش رو باسازی کرده یا نه اونجوری که شما گفتید کماکان خجوله و اگر جوابتون این دومیه که همجوری که در مقدمه اشاره کردم هست توضیح بدید چرا؟ اجازه بدید آقای کریمی من اول یک اشاره کوتاه بکنم به جایگاهی که اصلا پادشاهی در ایران داره چیزی که شما به عنوان یک جریان از اون یاد میکنید پادشاهی تنها یک نظام منسوخ حکومتی در ایران نیست یک بخشی از هویت ما ایرانی هاست 2500 سال ما تاریخ نوشته داریم 7000 سال تاریخ اسطوره‌ای داریم که این بخشی از ماست شما وقتی از ایران شهر یاد میکنید ایران شهر با وجود پادشاهان ایران شکل گرفته اگر ما به تاریخ تمدنمون یک نگاه مفتخر داریم بقب که برمیگردیم اون که به دنیا عرض شده حاصل کار پادشاهان ایرانی بوده اون که به دنیا عرض شده حاصل کار پادشاهان ایرانی, ایرانی بوده به عنوان تمدن ایرانی شما کورش رو دارید که حقوق بشر رو پایگذار میشه اون لوح معروف رو می نویسه کوروش رو دارید که یهودی‌ها رو از اسارت نجات میده و ما خودمون رو کورش کوچک می‌بینیم در این اقدام بزرگی که یک پادشاه هخامنشی صورت داده یک امپراتوری دارید چند تا ملت از این نزدیک 300 کشوری که در دنیا هستند چند تا ملت دارید که مفتخر باشند به اینکه روزی کشور اونها امپراتوری بوده و یا حالا مجموعه از ملت‌ها هستید که یادگار کوچکی از دوران اوج اون پادشاهی است بنابراین پادشاهی که حالا در طول صد سال گذشته یک پسمند مشروطه هم به اون چسبیده هویت ما ایرانی هست شما دامان... مثل خانم گلستان از یک پیشینه تاریخی شروع کردید میگم پیشینه الان... داریم باید زندگی میکنیم همین ال... امروز وقتی که شما شاهنامه میخونید که بخشی از ادبیات فراموش نشده شما هست شما باز به عنصر شاه و پادشاهی برمیگردید چیزی نیست که تمام شده باشه هنوز اینجا ریشه داره شما وقتی میبینید که سه سال پیش مردم میان یا به عنوان نستالژی اون که از دست دادن یا به عنوان جوان زدن ریشه های سخته ای که در طول چل سال گذشته با شدت منکوب شده و حالا جوانه میزنه صدها هزار نفر میرن به دیدن مجسمه ای که از سنگ ساخته شده و اعلام میشه اینجا مقبره کوروش برای برگشتن به ریشه های خودشون ریشه هایی که اگرچه سوختن ولی هنوز به نوعی زندن و جوانه میزنن به رقم این شما معتقد استید این جریان منتصب به نظام پادشاهی نتونسته خودش رو بازسازی کنه پس چرا اگر چنین ریشه هایی وجود داره؟ چهل سال پیش جریان پادشاهی بجرد اینطوری بگم که ما از 1400 سال پیش به این طرف جریان پادشاهی یک مدعی پیدا کرده و اون اسلام سیاسی بود اگر چه ما آوردیم اسلام رو تو مملکت خودمون شکل شیعه بهش دادیم شکل توارث رو براش حفظ کردیم و اون رو ایرانی کردیم همچنان اسلام سیاسی هر وقت که فرصت پیدا میکرده قدرت حکومت رو به چالش میکشیده برای اینکه الگوش خلیفه‌گری بوده یا چیزی در حد امامت این جریان 1400 سال ادامه داشته ولی پادشاهی همیشه فائق بوده در زمانی بخصوص در زمان قاجاری ما شاهدیم که سهم قدرت مذهب قدرت سیاسی مذهب زیادتر میشه ولی یک جا میرسیم در سال 57 که کاملا پادشاهی به عنوانی سامانه حکومتی شکست میخوره یک تبع اجتماعی است یک جریان عاطفی است هر چه که هست مذهبی ها به قدرت میرسن قدرت مطلق و از همون روز اول ضمن اینکه همه عوامل قدرت رو در دست میگیرن شروع به تخریب پیشینه های پادشاهی هم میکنن تحریف تاریخ بردن این فکر به رسانه های بین المللی تعویز کتاب های درسی دادن رسانه، نماد تازه به رسانه های جمهوری اسلامی اگر ایران این جریان نتونست خودش رو بازسازی کنه ناشی از این تلاش های جمهوری اسلامیه تخریبی است که در شروع کار جمهوری اسلامی اون بود به طوری که طرفداری از نظام پادشاهی به صورت یک گناه سیاسی در آمده بود که هنوز از زیر بار خجالت طرفداران نظام پادشاهی خودشون رو بیرون نمیکشند و من نگاه انتقادی دارم وقتی میبینم خانم گلستان در یک شورایی است که این شورا قرار است ولیعهد ایران رو حمایت بکنه و ولیعهد ایران خواستگاهش جایگاهش پادشاهی است خود او هم میگه من رسالت هم دفاع از پادشاهی نیست خب با این آدم های دو دل با این شورای نیمبند با مدعی که اراده استادگی پای نظام پادشاهی رو نداره همه ارزش های این رو نمی بینه و از اون دفاع نمی کنه. چطور انتظار دارید که نظام پادشاهی از زیر بار خجالت خودش رو بیرون بکشه و چیز... خودش رو با شهامت عرضه بکنه یعنی اون چیزی که از نظر خانم گلستان گفتمان جریان منتصب به نظام پادشاهی رو امروزی میکنه و اون رو برای جوان ها جذاب میکنه ما نمیدونم منظور از امروزی از چی هست؟ امروزی از ایشون خواهیم پرسید ولی همون از نظر شما باعث کندی کار جریان منتصب نظام پادشاهی شده بدون تردید شما پیروزی اون رو به من بگید آیا در دی ماه که در 125 شهر مردم به خیابون رفتن اول گفتن ما شعارهای امروزی شما رو میپسندیم یا گفتن که رضا شاه روحت شد، یا گفتن که از پادشاه محمد رضا پهلوی ما می کنیم. کدام یک از اینها بوده؟ خانم گلستان به گفته ایشون در اون شهرها البته ایشون گفتن 125 شهر من نمیدونم چه زمانی حالا 100 شهر ما 25 تا با هم اختلاف نکنیم فرق ما کنیم دقیق باشیم صدیا هرچه در اون شهرها شعاری که شنیده میشد برمیگشت به نظام پادشاهی که با عناوین کاملا شناخته شده رضا شاه محمد رضا شاه نمایندگی میشه و نه با چهره ای که میگه من شکل نظام آینده رو به خود مردم واگذار میکنم من کاملا مخالفم با این حرف برای اینکه مردم پهلوی میخوان پهلوی نماد مدرنیزم، نماد تجدد و نماد ایران نوینه. همه مردم ایران نمیشه گفت نظرسنجی شده، ولی به طور عام ما وقتی سوار تاکسی میشیم میگن خدا بیامرزه، نور به قبرش بیباره رضا شاه جانم داشت. همه اینها رو میشنویم. کسی نمیتونه منکر اینشه من میذارم کنار اون بخشی از جامعه که همچنان ژنتیکی یا نمیدونم چرا مشکل با این اسم دارن، به ببخشید کریم میزارن. من با اون بخش کاری ندارم ولی به طور عامه شما میگم تو خیابون کوچه بازار که را میرین همه صحبت از پهلوی میکنن کسی صدا که احمد شاه رو مزفر, مزفر شاه رو یا شاه اسماعیل رو یا اردشیر بابکان رو فقط پهلوی رو صدا میکنن یعنی یک بره از تاریخ ما که اتفاقا در اون بره از تاریخ رضا شاه بزرگ و حتی فرزندشون محمد رضا شاه اومدن مسائلی که در غرب مثل قانون و مثل برابری زن و مرد حق رأی بزن، همه اینها رو وارد کشور کردن و در برابر روحانیت میشه گفت رادیکال استادن. این باعث شد که ما یک چند دهه ای ایرانی ها بتونن نفس بکشن بتونن آموزش ببینن ما میبینیم که زن سناتور داشتیم در اون دوره زنان تونستن وارد مجمع عمومی بشن وارد سازمان ملل بشن و حتی قرار بود که رای بیارن حتی خواهر پادشاه فقید قرار بود که رای بیارن و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بشن که خب حالا نشد میخوام بگم که درخواست مردم به یا یادآوری رضا شاه و شاه مسئله پهلوی هست و اون نه مدرسه مسئله نظام پادشاهی فقط نظام پادشاهی نیست من خودم به عنوان یک فردی که ترجیح میدم یک نظام جمهوری ریاستی مثل آمریکا رو نمیگم خشک و دوگماتیز طرفدار هستم و به کسی هم توهین نمی کنم که بخواد طرفدار نباشه پادشاهی انگلستان هم خیلی میپسندم از خدامه که ایران شما... یکی بلد. از این دو تا بشه یروس ولی شما از... خانم گلستان شما عضو مجمع سیاسی شورای ملی ایران هستید که به ابتکار شاهزاده پهلوی بله. و چند تن از همفکرانش تشکیل شد علا رقم این خودتون میگید جمهوری رو ترجیح میدید بله. یه جایی هم من نقل قولی از آقای پهلوی پیدا کردم ایشون میگه اگر ایران آماده جمهوری باشد چه بهتر خود این نشون میده که ترجیح ایشون هم جمهوریه نه؟ نه نمیشه و اگر چینه طرفداران ایشون در چه موقعیت قرار نه نه, نه،, نه بعد تفسیر کرد ترجیح بده بعد از خود ایشون پرسید گفتن من اگر ایران آماده, آماده باشد البته این شرط رو گذاشتن با... من تاکید میکنم سخنگوی ایشون نیستم باید از بلد. خود ایشون صحبت بشه بلد. سوال بشه ولی به عنوان کسی که به حال خیلی یاد گرفتم در کنار ایشون الان صحبت که شما پخش کردین خودم خوشحال شدم که چقدر یاد گرفتم چون من اون آدم هفت سال پیش نیستم میخوام بگم منظور از این صحبت این هستش که اگر ما قرار باشه ادبیاتی داشته باشیم که بخوایم دیگری رو چون مخالف هست همچنان توهین کنیم همچنان بکوبونیمش در نتیجه خب ترجیح ایشون هم ترجیح میشه گروهی که بتونه یک دیالوگ با تولرانس یعنی با تحمل با میشه گفت پندار نیک گفتار رو با خودش همراه بکنه ما اگر این رو نداشته باشیم که این رو متاسفانه در بخش بزرگی از این تیف ندیدیم نه چون در گذشته طرفداران پادشاه نسل گذشته به خصوص برای همین این میتونه بسته در خودش بمونه در یک کباب بمونه حتی ما در ایران فردا اگر بخوایم به یک پادشاهی مشروطه هم برسیم تنها موقعی ما میتونیم یک پادشاه مشروطه دموکراتیک مثل هلند انگلستان سوئد داشته باشیم که بتونیم افکار خودم رو به روی مردم به روی تمام دیدگاه ها باز بکنیم که پادشاهی در, در درونش بایستی دموکراسی رو داشته باشه و مطابق حقوق بشر کار بکنه پادشاهی عیوبی داشته آقای کریمی نظیر همه نظام های سیاسی دیگه پادشاهی رو بایستی اگر در ایران تجدید شد عیوب اون رو گرفت و مطابق کرد با امروز و خواسته های مردم من یادآوری میکنم تکرار میکنم شاید به نوعی این خواسته ها خواسته های فلسفی نبوده که توی خیابون تهران یک بار شما در دیماه سال گذشته شاهدید که طبقه کم درآمدتر اون رو فریاد میکردن به عنوان یا تقابل و تضاد با حکومت امروزی که شکست خورده تو ایران یا سه سال پیش که طبقه متوسط و به اصطلاح فرهیختگان و دارای درآمدهای بیشتر رفتن به پاسارگاد و از کوروش بزرگداشت کرد اینها نشانه زنده شدن ریشه هایی است که ریشه عمر 2500 ساله داره تغیری آیا این شعارها اینکه چقدر پراکنده بوده اینکه چه تعداد از اون جمعیتی که معترض بود در دیماه ماه سال گذشته اومدن این شعار رو دادن اینکه چند شهر بود اینا رو بگذاریم کنار من نمیخوام اینها موضوع بحث بشه ولی اینا همه قابل بحث در جاهای دیگه هست و یه صحبت هایی هم راجب شده بنابراین ما فرض بر این نمیگذاریم که تمام اون جمعیت معترض میومد شعار طرفداری رضا شاه میداد واقعا خود طرفداران نظام پادشاهی هم گمان نمیکنم چنین ادعایی بکنن ولی آیا این حاصل تلاش های جریانی است که خودش رو منتسب به نظام پادشاهی میدونه واقعا یا به گفته ایشون صرفا نوستالژیه به هیچ وجه پس یک اگ... نگاهی به خدمات آخرین دو پادشاهی است که مردم به یاد دارن مردم اگر میخواستن مجموعه پادشاهی رو یاد بکنن خب باید سراغ شاه هم شاید میرفتن شاید باید از کشورگوشایی آقا محمد خانم یاد میکردن ولی در شعار شما یک پیام کوتاه رو میفرستید و تقابل با حکومت جمهوری اسلامی در دید مردم تقابل با حکومتی است که جمهوری اسلامی برانداخته و این نیاز به بازگشته به گذشته به گذشته نزدیکه این دلیل این نیست که فقط معطوف به خدمات محمد رضا شاه ضمن اینکه محمد رضا شاه برخلاف پسرشون که میگه من اولویتم این نیست که پادشاهی باشه پادشاهی بوده که اینجا خدمت کرده رضا پدر او بلد. نهادهای پادشاهی رو زنده کرده اسم خودش رو پهلوی کرده ایران رو به تاریخ گذشتهش برگردونده به جای اسم پرژیا اسم ایران رو یکسان کرده شیر و خورشید رو همه گیر کرده کنار سریب سرخ قرار داده این اینا ارزش است که بلد. دو پادشاه آخر ایران به اون احترام میگذاشتن بله در واقع ج... در جواب میدید صحبت های خانم گلستان رو این شما در یک چیز شریک هستید هر دو مهمان اونم این که اون چه که در دی ماه در ایران رخ داد شماری از شعارهای طرفداری از رضا شاه و محمد رضا شاه رو این رو حاصل تلاش ها سازماندهی نمیدونم حاصل باسازی فکری جریان منتصب به نظام پادشاهی نمیدونید هیچ کلوم. سازمان تحقی... یافته نیست سازمان آه. یافته نیست ولی با زندگی تک تک من و شما با تاریخ من و شما با هویت من و شما هنوز عنصر پادشاهی وجود داره زنده است البته خجالت کسانی که طرفدار نظام پادشاهی هستند سامانه پادشاهی هستند کمک میکنه که این بیسامانی ادامه پیدا بکنه خانم گلستان میره در شورای مینشینه که ولیحت آخرین ولیعهد ایران ریاست اون رو داره یا سخنگوی اون هست ولی یا اینکه میگه من خودم جمهوری یا شاهزاده خودش میگه که آقا من اولویت اولم این نیست جای اگر اولویت شما تجرید پادشاهی نیست پات و زمین نمیگذاری و از اون مردان دفاع نمیکنی مزایای اون رو برای مردم ایران توضیح نمیدی اراده خودت رو برای تجرید پادشاهی نمیتونی تکرار بکنی جایگاه شما کجاست؟ اولا من تصدیب بکنم شورای ملیشون فقط سه سال ریاستش رو داشتن و مؤسس بودن قرار نبوده که یک نهادی درست کنن و مثل بعضی از سازمان ها چهل سال بخوان ریاستش رو به دست بگیرن هرگز هم منظور ایشون من فکر نمی کنم. این بوده که اولویتشون نوع سامانه ای بوده همیشه گفتن این به انتخاب مردم باید باشه نکته بعدی که میخواستم بگم من موافقم که به, به خاطر خدماتی که رضا شاه و فرزندشون و اون جریانات در دوران پهلوی اول و دوم انجام دادن امروز یک میشه گفت هم پشیمانی هست برای اتفاقی که در سال 57 افتاد در اون نسل 57 چون خوشبختانه من اون موقع 6 سالم بود دست نداشتم و اینکه امروز هم میبینیم که مردم خب خیلی چیزا میبینن میشن ولی من یک گام فراتر میرم به خاطر وجود خود شاهزاده رضا پهلوی و مادرشون هم هست یعنی عملکرد این دو فرد باعث شد که نام اون دو فرد هم حفظ بشه هم خدماتشون دیده بشه یعنی شما وقتی که به عنوان من به عنوان یک شهروند ایرانی چهل سال خجالت میکشم وقتی از شما میپرسن کجایی هستی باید اول فکر کنی بگم ایرانی زود باید توضیح بدم من مال کدوم ایرانم نه ایرانی که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه اما وقتی که میبینم شهروندی ایران میره در یک مثلا نمایشگاهی داره یه سری تابلوها رو میبینن یا یه جای حضور پیدا میکنن یا اینکه من یه خاطره اگه اجازه بدین شا و محمد اگر شاهزاده رضا شاه شاهزاده رضا پهلوی کی خدماتی انجام داد رزا که رزا نشانه بزرگویشی پدریشون باشید اگر ایشون بعد عمل می‌کردن مثل بعضی از مثلا چطور باشه؟ اگر بد عمل می‌کردن که رادیکال عمل می‌کردن اگر شما بیشت رادیکال عمل می‌کردن بدون شک امروز این جایگاه رو نام پهلوی در بین مردم ایران نداشت منظورتون حرف آقای تقی زاده رو من میشه که سوال مطرح می‌کنم منظورتون از رادیکال چیه اگر اگر که شما بیاید میز بزنید همینی که من میگم زه چی میگم من یعنی منظورتون در واقع شکل نظام آینده ایران اگر باگذار با نمی‌کردن به حتی کسانی من... که جمهوری خواهان من در طیف جمهوری خواهی میبینم در طیف چپ میبینم یعنی میذاره روی میز میگه همونیکاست بغیار رو بعد هستم خب از خانم گلستان بپرسید یا من مستقیما از ایشون میپرسم که شاه سادرزاده رضا پهلوی در جهت بزرگ داشته خدمات رضا شاه چه کاری کردن و چه کاری اگر میکردن رادیکال دیده میشد من طرفدار این هستم آقای کریمی که یک گفتمان متمدن بدون تنش ولی بدون ترس بین طرفداران سامانه پادشاهی جمهوری خواهان حتی مذهبی ها جریان پیدا بکنه اونهایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند خجالت رو کنار بگذارن مثل طرفداران جمهوری بتونن خواستگاه خودشون رو تفکر خودشون رو فلسفه خودشون رو برای توجیه ضرورت تجدید پادشاهی دوباره به زبون بیارن آیا شاهزاده رضا پهلوی واقعا شهرداری یک منطقه تهران رو هم تا به حال داشته که به عنوان خدمات اجرایی ایشون مورد استقبال مردم قرار بگیره نه جایگاهی که او به عنوان فرزند محمد رضا پهلوی و تداوم سلسله پهلوی داره مردم رو به خواندن صدای او وادار میکنه نه خدماتی که انجام داده نه. یک مورد من مثال بزنم کریمی این آخرین این اینجا خواهد بود یک آقای یکی از روزنامه نویس فرانسوی به اسم آقای لوی در تلویزیون فرانسه ظاهر شد و ضمن صحبتهایی که میکرد که این بخش از تبلیغات ضد ایرانی این روزها هست گفته بود که هیتلر اسم ایران رو به شاه تحمیل کرد و اسم ایران نشانه نوعی نژادپرستی قوم ایرانی است در حالی که میدونیم این اسم اسم تاریخی این مملکت بوده ما ایران شهر داشتیم چرا شاهزاده رضا پهلوی اگر در جهت بزرگ پدر و پدر بزرگش قدم بر نمی یک بیانیه صادر نکرد یا در تلویزیون که فرانسه هم خیلی خوبیشون صحبت میکنه ظاهر نشد که بگی آقا این حرف شما آقای لوی غلط هست و ایران ایران شهر سابقه بس بس تاریخی داشته بلد. این روش دفاع از رضا شاه یا بلد. پادشاهی یا. من نمیدونم آقای رضا پهلوی باید چنین کاری میکرد یا نه ولی نکته مهمتر من این نا. جزبه. جزبه. نا. نه نه اجازه نه نمیخوام بلد. رون بمونم برای اینکه خیلی خیلی مهمه چون بلد. یه طرفه میشه برنارد لوی یه نویسنده که بارها راجبش نوشته شده که حتی کتاباشو توش تقلب کرده یه آدم کاملا من نمیخوام راجبش بیام بد بگم ولی در جامعه فرانسوی شناخته شده است و من فکر نمی کنم که شاهزاده رضا پهلوی در سطحی باشه که بخواد جواب کسی بله. رو بده خب. که اصلا اعتبار نداره. مثال اما یه نکته مهم در صحبت‌های آقای زاده هست. جایگاه آقای رضا پهلوی به عنوان میراث‌دار نظام پادشاهی کاملا واضحه برای کسایی که طرفدار اون طرف اون نظام هستن ولی ایشون نه اون جایگاه رو نف میکنه کنار میگذاره میگه من نمیخوام اینجا باشم و نه میاد ازش استفاده بکنه این مایه سردرگمی نیست نه من فکر میکنم کاملا برعکسه اولا به کار بردن واژه خجل کاملا برعکس هست برای من این خجالت نیست برای من اتفاقا این اقتدار نفسه یه فرد رو نشون میده که در جایگاه ولیعهد در جایگاهی که کسی میتونست از اون مقام خیلی استفاده ها بکنه ولی این استفاده ها رو را در راه دموکراسی در راه آزادی اندیشه برای ایران فعلا در کناری نگه داشته نه تضاد نیست تضاد نیست شما نمی ببینید جامعه ایران یه ای که هم مدرنیته و ای که درش تحصیل کردگی آموزش بنیاد تعهد شده داشت اما اجازه, اجازه, بدید. اجازه, بدید. اجازه بدید. بحث ما یه جامعه هستیم که تامین سیاسی نداریم ما برای خانم خانم گلستان ما برای بینندگانی که علاقمند هستن یه بحث راجع به امکان سازگاری پادشاهی با دموکراسی داشتیم اجازه بدید بینندگان رو واگذار کنم بله اما موضوع اینه که آیا تناقضی در این نیست که شما در جایگاه میراستار نظام پادشاهی باشی ولی در این حال بگید که من نمیدونم نظام آینده باید پادشاهی باشه یا نه آیا این گیج کننده نیست نه اگر به نظر من ایشون رو سوال میکنید بیان بگن که من امروز میگم حکم این هست که فردای ایران باید نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه این اشکال ایجاد میکنه برای اینکه این جریان بتونه بره به طرف یا پادشاهی یا جمهوری یک سامانه ای که درش پارلمان وجود داشته باشه یک مملکتی که قانونگرا باشه قانون را افرادی بنویسن که خودشون فاسد نباشن یک قانون بر مبتنی بر حقوق بشر باشه در ایران در فردای ایران اتفاقا من فکر میکنم خیلی اقتدار میخواد و فقط کسی که ادامه راه تفکر هم شا هم محمد شاه و هم من اضافه میکنم مادرشون شهبانو هستن میتونه اقتدار داشته باشه در چنین جایی بایسته و از موقعیت خودش برای منافع شخصی خودش استفاده نکنه و به منافع ملی ایران و ایرانیان فکر کنه این صحبتی که خانم گلستان میکنن فقط صحبت طرفداران آقای رضا پهلوی نیست من یه نقل قول کوتاه برای شما میخونم آقای تقیزاده این از یکی از فعالان چپ یا اگر بگیم کسانی که در حوزه یا سامانه چپ میگنجیدن آقای محسن هیدریان در یه مقاله ای مینویسه گذر از نوستالژی یک قدرت خودکامه و در درک واقعیت زمان و مکان امروز با الهام گیری از روح انقلاب مشروطه این کاریه که شاهزاده رضا پهلوی میکنه وقتی میگه که من شکل نظام آینده رو به مردم واگذار میکنم این ترتیب استقبال از این روی کرده شاهزاده پهلوی رو در میان نیروهای عرفی و سکولار میبینید آیا این مثبت نیست از نظر شما نه مثبت نیست به این علت که من هنوز چپ سیاسی ایران رو و جمهوری خواه رو طرفداران دکتر محمد مصدق رو با یک نگاه توام با اناد و لجبازی نسبت به سامانه پادشاهی میبینم هنوز اون نسلی که دوره دهه پنجاه رو پشت سر گذاشتن زندن و اونها هستن که باعث تداوم این ماجرا هستن من ولی این مثالی که من برای شما زدم نشون میده که در درون اون گروهی که شما معتقد هستید کماکان اناد میورزن استقبال از این تصمیم شاهزاده رضا پهلوی دیده میشه که برای اینکه اونها میخوان به این ترتیب شاهزاده رضا پهلوی رو خونسا نگه دارن. برای اینکه سامانه پادشاهی رو با شهامت و قامت در جامعه کنار طرفداران دیگر سامانه های سیاسی نبینند من میپرسم از خانم گلستان این شورایی که شما شاهزاده درست کرد شما درست کردید دفتر سیاسی درست کردید یا چه کردید برای چی به شکست کشیده شد؟ برای چی شاهزاده از اون بیرون رفت؟ برای اینکه گفتمان شما خریداری پیدا نکرد گفتمان شما خریدار داشت؟ گفتمان من گفتمان من سازمانی ندارم ولی شما این شکست گفتمان شما پادشاهی شکست رو در شهرهای تهران دیدی شما تعریف میکنید ما تعریف نمیکنیم اگر هم در تهران اون رو شنیدین حاصل زحمات همین هفت سال افرادی بود که وفادار در کنار ایشون ایستادن شما چه ارتباطی در... سازمانی با گروه پاسارگاد دارید که به دیدن کوروش رفتن یا در مردم منتشر کردن رو ببینید اگر شما این موفق بود چرا شاهزاده از اون بیرون اومد برای که قرار بود ایشون بر اساس اساسنامه بر اساس اساسنامه شورای ملی ایشون قرار بود دو سال ریاست رو داشته باشن به درخواست مجمع سه سال شد و بعد از سه سال ریاست تموم شد بله. این اساسنامه این نهاد دموکراتیکه به نظر من بله. متعاد درک دموکراسی خودش تمرین دموکراسی میخواد بله اون گروهی از فعالان سیاسی عرفی و سکولار که گفتم بخششون همدلی دارن با تصمیم شاهزاده رضا پهلوی در این حال نقد هم دارن خانم گلستان نقدش این است که خیلی صاف و ساده شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه تکلیف طرفداران نظام پادشاهی رو مشخص کنه بیاد بگه که من نیستم تو این سامانه من رو شما به عنوان وارث نظام پادشاهی در نظر نگیرید اگر طرفدار این هستن مشکل که دقیقا همینجا شروع میشه مشکل از اینجا شروع میشه که ما یه فرهنگی در ایران جا افتاده تا چند دهه پیش من میگم که همچنان همه امیدشون به یک نفره حالا یه ای به امام زمان منتظرن بیاد کارشون رو حل کنه یه عده منتظر ای پادشاه این وظیفه شاهزاده رضا پهلوی نیست طرفداران پادشاهی هم که میبایست بتونن طرفدار جمع کنن میبایست بتونن نوع سامانه پادشاهی رو تعریف کنن من هنوز ندیدم یک طرفدار سامانه پادشاهی و حتی در جمهوری خواهان متا الان چون بحث شما پادشاهی میگم بهم. بیاد یه قانون اساسی رو بذاره من به عنوان یک شهروند ایرانی بخونم ببینم چی میخوان برای فردای ایران فرمشون چیه این وظیفه اتفاقا اگر اعتقاد شما به پادشاهی پارلمانی دارید وظیفه پادشاه نیست که این کارو بکنه طرفداران پادشاهی در این چهارده یک پلتفرم درست تحویل ندادن حتی جمهوری خواهان همیشه با خودشون اختلاف داشتن و هر جا که نشستی بوده قبلش دعوایی شده و به هم خورده برای همینه که میگم باید رو پلتفرم های آینده فعالین سیاسی کار بکنن و همه چیز رو رودوش یک نفر نگذاریم من صحبت اینه که اگر فردا ایران پادشاهی جمهوری بشه هویتمون رو باید حفظ بکنیم بدون شک اما باید ما سامانه ای رو داشته باشیم که پایدار و ماندگار باشه نه که 20 سال بعد دوباره انقلاب بشه شورش بشه آیا طرفداران نظام پادشاهی با این نقدی که به اون دسته از طرفداران نظام پادشاهی مثل شما که نقد میکنن به شاهزاده رضا پهلوی عملا تن به این چیزی نمیدن که خانم گلستان میان که همه چیز در یک نفر خلاصه بشه و بر یک نفر باشه خودشون چرا حرکت نمیکنن یک نظم و نسقی رو تعریف کنن برای آینده ایران علا رقم تصمیم شاهزاده رضا پهلوی یکی این که وجود فرد یا سازمان هایی از این دست که مدعیان نیمه دل سامانه پادشاهی در اون جمع هستن بازدارنده این انسجامه قبل از این هفت سال چی؟ قبل از این هفت سال مجموعه شکست ها، تبلیغات، حملات بیرحمانه کسانی که مخالف سامانه پادشاهی بودند و از درون حکومت اسلامی ایران مایه میگرفته به جناه چپ هم کشیده میشده باعث شده اون خجالتی که سلطنت طلب در حد ساواکی در حد ضد انقلاب بایستی خودش قایم بکنه، دوام پیدا بکنه مردم امروز با مندیتی که در پاسارگاد در شهرهای تهران به سامانه پادشاهی و طرفداران اون دادن این احساس اعتماد به نفس رو به اونا بخشیدن حالا ما تازه می‌بینیم که طرفداران پادشاهی دونه دونه بیرون بیان و بگن که سامانه پادشاهی به این دلیل به دلیل محیطی به دلیل تاریخی به دلیل جیو منطقه بهترین گزینه برای نظام سیاسی ایرانه و بعضی هم هستن میخوان سوار بند باگان بشن و بگن که ما حالا از اون چی که در ایران به صورت موج شکل گرفته استفاده بکنیم نه این سازمان ها تا به حال بازدارنده بودن و این نوع خواستگاه ها که من دو دلم مردم ایران باید بعدا تصمیم بگیرن که چه هستن باید پوشید آقا جایگاه خود شما کجا هست اینجا برد. چرا نمیای همینطور که گفته شد مستقیم به آقا من یا اینکه مدعی هیچ چیز نیستم و استعفا بدی کنار بری یا اینکه اگر میای و ظاهر میشی و پازم این می میگذاری و میگی من فعال سیاسی هستم باید بگی از کدام نقطه نظر دفاع میکنی آقای تقریزاده طرفداران نظام پادشاهی نه اونها که اه... در واقع گرداگرد شاهزاده رضا پهلوی هستند چون به گفته خانم گلستان اینها نظام آینده رو به خود رأی مردم واگذار میکنن اما اون دست از طرفداران نظام پادشاهی که مثل شما میگید باید الان ایشون بگه من میخوام پادشاه شم اینها مثلا برای ارتباط گیری با دیگر نیروهای سیاسی چه کار کردن برای اینکه خود شما هم در صحبت های قبل از برنامه گفتید طرفداران نظام و پادشاهی کماکان احساس میکنن طلبکار هستن برای اینکه فکر میکنن نیروهای عرفی و سکولار تن دادن و دنبال نیروهای دینی افتادن و یک شکست سنگین رو وارد کردن به طرفداران نظام و پادشاهی و این طلبکاری باعث شده که نزدیک نشن به نیروهای دیگه عرفی و سکولار به خصوص نزدیک نشن به نیروهای ملی نه این از به از کجا میرسونه این اونها رو دعوت به کار نکردن به علت همین ترسی که در جامعه در فرهنگ سیاسی امروز ایران مد شده طرفداران پادشاهی رو به نوعی شاید واژه نامتجانس برای خودشون میدیدن چپ ترجیح میده با جمهوری جبهه ملی همسو بشه ولی هنوز در نتیجه فرهنگ سیاسی حاکم امروز جامعه از نزدیک شدن به سامانه پادشاهی خوب. و طرفدار اون دلیلش چه هست اما شما هم به این ترتیب قبول میکنید که طرفداران نظام و پادشاهی به یک معنا منزوی هستند برای بیرون اومدن از این انزوا چیکار کردند تدریجا اونهایی که با این نظام بزرگ شدن اون رو درک میکنن ایران شهر رو میفهمن باید خودشون رو همسو بکنن منده که مردم خودشون رو باید همسو کنن با این جریان با خواسته های مردم به اعتقاد من اونچه که در طول سه سال گذشته در ایران اتفاق افتاد به طرفداران سامانه پادشاهی فعالان سیاسی که در داخل و خارج ایران هستند مندیت داده تکلیف میکنه این رو بود مثال بزنم در چندین برنامه پرگار که ما ضبط کردیم و همینجور در مراوداتی که این سومون من داشتم دیدم که طرفداران نظام پادشاهی یک رقیه قوی روشن فکس دارن این برمیگرده به همون چیزی که خود شما هم طلبکاری نامیدید پیش از برنامه در صحبت با من به این معنا که معتقد هستن این روشن فکرها هستن که اون شکست رو ما وارد کردن اگر این رگه قوی روشنفکری ستیزی در میان طرفداران نظام پادشاهی هست برای ایران امروزی که در داخل مملکت میبینیم افکار نو حالا اسمش روشنفکری بذاری افکار جدید فوق العاده طرفدار داره این به کجا می انجام این در واقع طلبکاری از روشنفکران آقای کریمی من خیلی با این ارزیابی شما روی موافق ندارم شما دو گروه روشنفکر دارید یک گروه روشنفکری هستند که از صنف فروغی ها هستند نفیسی ها هستند حتی میایم به روشنفکری دوره پادشاهی کسانی هستند که مثلا تاریخ 2500 ساله رو مبدا بهتری برای تاریخ ایران میدونن یک گروه هم روشنفکر های چپزده ای هستند که از آل احمد شروع کردن و ادامه پیدا کردن و این تقابل نهاد پادشاهی با روشن فکر های مایل به چپ طرفدار جمهوری به سکولار هستند ضمن اینکه با سکولاریسم نماد پادشاهی هیچ که دو مثالی نداره دو تا مثالی که در گروه اول قرار فروغی و نفیسی مربوط به چندین دهه پیش از انقراض نظام پادشاهی اون گروهی از روشنفکران که مال چند دهه اخیر یا یکی دو دهه اخیر قبل از انقلاب بودن طرفدار نظام پادشاهی چقدر با اونها احساس نزدیکی میتونن بکنن این گروه روشنفکر چند دهه اخیر ناشی از شکل گرفتن نوشنفکری لیبرال و چپ در اروپا است و اینها متاثر از اون تفکر اصلا با سامانه پادشاهی رو در تقابل میدارن در حدی که حتی شاملو شاهنامه فردوسی رو هم نفی میکنه بله خانم گلستان آقای رضا پهلوی در ارتباط با کمک گیری از غرب برای اینکه از جمهوری اسلامی گذر بشه نظرش واضحه باید کمک گرفت آیا فکر میکنید این اقشار عظیم داخل ایران و خود این جوانانی که داخل ایران هستن رو جلب کنه؟ ببینید کمک تا زیر یوغ یک دولت خاص و یک حکومت خاص رفتن فرق میکنه همونطور که رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا هم شعر سعدی رو به کار برد که بنی آدم از یک یکدیگرن مسئله این هستش که دنیا اگر تاریخ رو مطالعه بکنیم مثلا ایالات متحده آمریکا به هر حال یک حکومتی داره هم دموکراسی درش تقریبا نهادینه شده و همین که قدرمند هست ما انگلستان رو داریم فرانسه رو داریم و بعد میریم به طرف آلمان و کشورهای دیگه که تصمیم گیری هاشون میتونیم بگیم نقش مهمی داره در سراسر سر جهان در نتیجه شما تاریخ لهستان و گزارشون رو به سوی دموکراسی از کمونیسم ببینیم ما بریم مسئله شیلی رو ببینیم هر جایی که یا چکسلواکی رو ببینیم میبینیم که رد پای اینها رو میبینیم حتی در کشوری که من شهروندش هستم فرانسه 14 جولای که روز ملی این کشور هست همیشه رئیس جمهور فرانسه رئیس کار دعوت میکنه سال گذشته این کارو کردن و ازشون سپاسگزاری میکنن به خاطر اینکه برای اون گذار و کمک به کشورشون برای بیرون رفت از بحران کمک کردن اگر مردم ایران وقتی جنگ, جنگ جهانی بود, بود ک... ما هم تو جنگ علد. هستیم مگه ایران فول مردم ایران امروز در سوریه هزینه بمب های شیمیایی نمیشه وقتی که مردم ایران در سال 2009 فریاد زدن اوباما یا با ما یا با اونا دلیلشون نامه میده به آقای علی خامنه ای خب خیلی ضربه میزنه به جنبشی که مردم تو خیابونن امروز هم همینه صحبتی که یعنی فکر در این ارتباط الان آقای ترامپ بهتر عمل میکنه تا من اوباما. فکر میکنم شخصا نه فکر میکنم دولت جدید ترامپ شخصا اومب... نه نظر یعنی شخصی شخص 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 من فکر میکنم ادمنستریشن یا این اداره ای میشه گفت امور اداری جدید دولت جدید امیدوار هستیم ما در گفتمان هستیم نقطه نظر خودمون رو میدیم میگیم جنگ بدترین راه بهترین راه مردم ایران حمایت از اسم شاهزاده رضا پهلوی با ترامپ با بولتون با اینها خیلی فکر میکنید ایرادی نداره چرا با اسم اونها تدایی بشن وقتی بولتون که وقتی با مجاهدین که... خلق میسن که سخن بله ولی بله الان در شاهزاده با همه صحبت میکنن حتی اگر علی خامنه ای هم میشنن همیشه گفتن من با اون هم صحبت میکنم کسی که ادعای دموکراسی داره کسی که تحمل شنود طرف رو داره و ایشون به عنوان به هر حال نماینده مردم ایران حرف مردم رو فقط ایشون میتونه به مردم بزنه گرفتن یه چیزه شما فکر میکنید به ترتیب از ترامپ از بولتون از این دولت پشتیبانی از مردم ایران یعنی اینکه وقتی مردم میان تو خیابون فریاد میزنن او رو نشنیده نگیرین وقتی که امروز قراره یک جوون در زندان در بیدادگاه جمهوری اسلامی اعدام بشه راجبش صحبت کنید تحریم های دیپلماتیک بکنید سفرای جمهوری اسلامی رو احضار بکنین و برشون فشار بذارید نذارین این زندانی ها به این شکل در وضعیت نامناسب به سر ببرن من برم تو کنگره چهار تا افسر در سناتورها میبینم ولی ایشون میره خود سناتور رو و میگه بیاین فشار بذارین فشار دیپلماتیک بذارین و از این جوونایی که امروز تو زندان ها صداشون شنیده نمیشه صدای اونها بشه آقای او تقیزاده فکر میکنید لابیگری با دولت آمریکا متحدانش به طرفداران نظام و پادشاهی کمک کنه برای اینکه یه مشکل تاریخی در 60-70 سال اخیر وجود داشته اونم این که تصور بر این بوده که نظام پادشاهی مثلا در نتیجه کودتای 28 مرداد حفظ شد بازگردانده شد و این کودتا اسنادش نشون میده که توسط عوامل انگلیس و آمریکا طراحی و سازماندهی شد حالا اگر طرفداران نظام پادشاهی دوباره متوسل به خارجی‌ها بشن و خصوص این نقطه ضعفی برای اونا نخواهد بود اول من تضاد خودم رو با این گفتمانی که شما حالا گفتمان قالب شده کودتای 28 مرداد واقعا کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده جریان 28 مرداده که این بحث به امروز نمیکشه ولی من باور ندارم که در منطقه ما منطقه خبر میانه تغییرات سیاسی بنیادی بدون تاثیرگذاری قدرت های خارجی شکل بگیره کدوم تغییر تا بال صورت گرفته اگر آقای خمینی با حمایت آقای کارتر تضعیف دولت پادشاهی رو نمیدید اگر آقای هایزر به تهران نمیرفت اگر کمک 15 میلیونی ادایی آقای قذافی نبود اگر همراهی چریک های فلسطینی در سالهای پیش از انقلاب نبود آیا انقلاب واقعا شکل می گرفت؟ آیا انهدام قدرت مرکزی امکان پذیر می شد؟ نه بنابراین اگر و حتی اگر حمایت های آقای اوباما از دولت جمهوری اسلامی نبود اگر فروختن برجام به کنگره آمریکا به ملت آمریکا به رسانه ها با هزینه های سنگین که شما اطلاع دارید که محبوب جلوش بدن امکان پذیر نبود جمهوری اسلامی واقعا در جایی که امروز هست اون مشروعیت داشت مشروعیت که در سال 88 مطلقا به هم خورد بنابراین تأثیر قدرت های بزرگ در تغییرات سیاسی منطقه غیر قابل اجتنابه من نمیگم که دولت آقای ترامپ از سامانه پادشاهی دفاع بکنه نه باید از آزادی ملت ایران حمایت بکنه باید از رها شدن از یک دیکتاتوری کمک بکنه اون وقت است که مردم ایران در داخل کشور تکلیف خودشون رو با ساختار سیاسی که مطلوب اونها هست روشن میکنه اتفاقا نکته ای که گفتید مهمه خیلی از طرفداران شاه رزا پهلوی میگن که اینکه ایشون تصمیم گیری در مورد شکل نظام آینده رو به مردم واگذار کرده و خودش رو وارث پادشاهی و پادشاه آینده ایران نمیدونه در لابیگریش با قدرت‌های غربی کمک میکنه به ایشون به هیچ فجر. ایشون باید به عنوان ولی آخرین ولی عهد ایران مدافع شماره یک سامانه پادشاهی باشه اگر این گفتمان خریداری نزد قدرت‌های خارجی خارج پیدا کرد اگر اون قدرت‌های خارجی تظاهرات دیماه ایران رو دیدن تظاهرات پاسارگاد سه سال پیش رو دیدن به سراغ ایشون خواهند رفت و ایشون تاکتیک مناسبش که تا به حال از اون قافل مونده این است که مدافع موجه سامانه پادشاهی باشه با همه ارزش هایی که برای حفظ یک پارچگی ایران و قرار گرفتن در بالای جریان سیاسی شخص پادشاه میتونه ایفا بکنه خیلی کوتاه خیلی کوتاه سخته ولی من فکر می‌کنم ایشون در جایگاه خیلی بالاتری قرار دارن و از لحاظ سیاسی دیدشون خیلی کامل‌تر می‌بینم با چیزایی که می‌شنوم بدون شک اگر شما دیپلماسی دنیای دیپلماسی و روابط بین‌الملل امروز رو در غرب بشناسین مینیممش رو بشناسین اگر با این دیدگاه برین جلو درهای گفتمان بسته میشه چون اینقدر اشتباهات شده به ویژه در سال 57 که دیگه با چنین دیدمانی با شما گفتگو نمیکنن. رضا پهلوی به عنوان ایران احتیاج نداره که تابلو بزنه رو پیش و خودش بگه من کی هستم وقتی وارد میشه وزیر خارجه فرانسه ایشون رو میبینه در یک کشور جمهوری به ایشون میگن سمجستی نمیگن آقای پهلوی در نتیجه پروتکل ایشون با خودشون همراه نیازی نیست که تبلیغ بکنن و به عنوان یک انسان دموکرات ایشون نیاز, نیاز نداره بیاد بره مثلا با آمریکا بگه شما بیاین از پادشاهی دفاع بکنید شما از خاص مردم ایران دفاع بکنین طرفداران پادشاهی هن که باید موفق بشن پلتفرمی رو ادامه بدن، ارائه بدن به مردم ایران که در دوران انتخاباتی بتونن رأی مردم رو کسب بکنن از رأی مردم نترسیم چه طرفدار جمهوری هستیم چه طرفدار پادشاهی حتی جمهوری اسلامیش که اینقدر میترسه نترسه اجازه بدیم صندوق رأی در یک فضای آزاد مثل شیلی تعیین بکنه و مردم تعیینش بکنه طرفداران نظام پادشاهی نباید خجول باشن آقای کریمی در طول 2500 سال گذشته ایران دو تا حزب داشته عملا اگر بخوام ساده صحبت بکنیم حزب پادشاهی و حزب اسلامی 1400 سال حزب اسلامی به قدرت نرسیده جریان سومی هم وجود نداره در 100 سال اخیر وجود نداشته جریان سومی جریان سوم هیچ وقت به قدرت نرسیده یا به قدرت شما کدوم پیریود دارید که نبوده. پادشاهی نبوده بلد. وجود داشته قدرت, وجود در قدرت, در قدرت, در قدرت نبوده. نبوده, بنابراین حزب سوم میشه دو جریان اصلی جریان است که حالا جریان دومش به عنوان حزب کوچکتر چهل سالی که قدرت در دست داشته و تحمل هم نمی نظام پادشاهی را با تمام ابزارهایی که در اختیارش هست حزب بزرگتر و ریش سوزانی اون رو ادامه داده ولی امروز زمان اون است که طرفداران سازمان پادشاهی به عنوان یک هویت تاریخی ایران شهر و مردم ایران از این سامانه دفاع بکنن و این مسئولیت رو من بیش از هر کس دیگری در عهده شاهزاده رضا پهلوی می‌دونم. البته جمهوری اسلامی بیشترین ترسش از شخص رضا پهلویه چون بله. اگر یک نواده قاجاری امروز بیاد مدعی پادشاهی بشه بدون شک این برخوردها نخواهد. بله. خیلی کوتاه ولی ناچارم بپرسم وقت تموم شده آیا تقیزاده این که یک حزب شناسنامه داره با نفوذ طرفدار پرپاگورس پادشاهی نداریم و این همه تفرقه هست در میان طرفدار نظام پادشاهی این چی میگه به ما در آخرین بخش از برنامه این باید از شما حتما بپرسم این ترس ناشی از شکست چهل سال پیش که هنوز دوام داره ولی باید کسانی که واقعاً در درون افکار خودشون سامانه رو بهترین سامانه برای فردا و امروز ایران میبینن از دخمه هاشون بیرون بیاد از دخمه های فکریشون و بیستن و سامانه پادشاهی رو به عنوان بخش ببنید. از هویت ایرانی تبلیغ کنن خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان برنامه نازیلا گلستان و رضا تقیزاده